دکتر صاحب، از نگاه حقوق بشر وضع کنونی زنان افغان چگونه ارزیابی میکنه؟ البته ما شاهد وضعیت بسیار بد حقوق بشری در افغانستان قبل از حکومت فعلی بودیم، قبل از 2002 بودیم. ما زنها در افغانستان با پیشرفت‌های قابل یادآوری دست پیدا کردن. مثلا دسترسی خانم‌ها در صحت، دسترسی خانم‌ها در تعلیم تربیت، دسترسیشان در کار، در تصمیم گیری ها، در سیاست، همه چیز، یعنی ما پیشرفت های بسیار قابل ملاحظه داشتیم. در رابطه با اصلاح قوانین در افغانستان پیشرفت های خوب صورت گرفته، اما هنوز زنای افغانستان در تمام گوشه و کنار افغانستان از حقوقی که زنها در شهرهای کلان افغانستان برخوردار است، برخوردار نیست متاسفانه. ما زمانی راضی خود بودیم که هر زن در افغانستان احساس مسئولیت بکنه. چرا مسئولیت ندارن و چرا مشکل حل نمیشه؟ فکر میکنم که اول خب مشکلات فوق‌العاده در افغانستان زیاد بود. یکی خب همیشه آدم انتقاد میکنه که این کار نشده، این کار نشده. اما واقعیت این است که در افغانستان نه قانون بود، نه حاکمیت قانون بود، نه از نگاه اقتصادی ما توانمندی های اقتصادی لازمه داشتیم که مردم یک زندگی با کرامت داشته باشه. تلاش های بیشتر باید صادقانه صورت می گرفت که ما می تونستیم از کمک هایی که دنیا به افغانستان کرده بود استفاده اعظمی رو می کردیم. این به یک شکل هماهنگ و کوردینه شده این کمک ها برای یک استراتژی دراز مدت تر مصرف می شد. یکی از مشکلاتی که ما در افغانستان داریم عدم حاکمیت قانون است، یا حاکمیت قانون در ضعیف است، چی در ولایت ها، چی در مناطق دوردست افغانستان. متاسفانه بسیار ضعیف است حاکمیت قانون. هنوز اعتماد لازم 100% مردم به اعتماد به نهادهای دولتی ما به دست نآوردیم. مثلا هنوز هم مردم برای فیصله کدام قضیه اگر دارن، کدام مسئله جرمی است، نزدیکتر به طالبان مراجعه میکنن تا بیاین در مرکز ولایت در قاضی و سالنولی برسن. هماهنگی بین نهادهایی که برای زنان افغان کار میکنن و برای جلوگیری از خشونت علیه زنان کار میکنن هماهنگی موجود نیست. مثلا حقوق بشر، وزارت امور زنان، شبکه زنان افغانستان و نهادهای دیگر که برای اعاده حقوق زنان افغان کار میکنن، شما ایره میپذیرین که هماهنگی بین این نهادها موجود نیست؟ البته در سطح عمومی هماهنگی موجود است، به خاطر هدف همگی همی است که ما زمینه کاری را، زمینه مسئولیت زنان را در افغانستان بیشتر بسازیم. در این سطح هماهنگی موجود است. اما نهادها به اساس مسئولیت ها و صلاحیت هایی که داره کارشون فرق میکنه. ممکن نیست که ما بگوییم که هر کاری که وزارت زنان میکنه کمیسیون حقوق بشر بکنه، به خاطر که ما وظایف و صلاحیت های ما فرق میکنه نسبت به وزارت زنان. یا مثلا NGOی که شبکه زنان افغانستان شما نام گرفتین، یا نهادهای دیگه که در رابطه با حقوق زنان کار میکنن، هر کدامشان هدفشان مشخص است. بنان هماهنگی 100% ممکن نیست، امکانش وجود نداره. اما تارگت ما یا هدف ما به صورت مشخص همیش ایجاد زمینه بیشتر مسئولیت بر خانم ها و برابری جنسیتی در افغانستان است. در این راستا همکار هستیم ما. دفاع از زنها به معنای مخالفت با مردان است، چون اگر زن با کرامت زندگی نکنه به عنوان یک رکن اساسی ادامه حیات بشری، او ممکن نیست که مردا با کرامت باشه.